سلام، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو میخوام یه تکنیک خیلی باحال برای ودینگ یا همون فیلم های عروسی رو با هم دیگه یاد بگیریم. این تکنیک رو خیلی جذاب میکنه کارو و پشت همی سری شات ها عوض میشه و خیلی محو کار میشه. حالا توی مثلا کلیپ رقص خوبه یا توی کلیپ پروژکشن میخواید بزنید، جاهایی که حالا رقص مهمونا رو نشون میدید خیلی باحال میکنه کارو و درست کردنش رو از صفر تا صدش رو داخل این ویدیو با هم دیگه یاد میگیریم و کافیه که یک بار درست کنید مراحل و بعدش دیگه مثل یه پریست هر بار خواستید میتونید تو جاهای دیگه استفاده کنید. فقط دفعه اول سخت درست کردنش که با هم دیگه یاد میگیریم. یه خواهشی که ازتون دارم اینه که ویدیو رو، آموزش ها رو داخل همین یوتیوب نگاه کنید، یعنی برای اینکه با دقت بیشتری نگاه کنید. حالا مثلا خیلی ها اینجوری هم که میخوان متوجه بشن با دقت بیشتری برن دانلود میکنن ویدیو رو، میرن داخل سیستمشون، حالا مثلا سر فرصت نگاه میکنن یا میخوان چند بار نگاه کنن برای اینکه دسترسی راحت تری داشته باشن دانلود میکنن. من تولید کننده محتوا، تنها خواهشی که ازتون دارم اینه که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و داخل همین یوتیوب ببینید. حمایت بزرگی از من میکنید. مرسی از اینکه این کار رو انجام میدید. خب بریم داخل نرم افزار. ما یه دور اینو ببینیم، میخواییم اینو درست کنیم. خیلی راحت درست کردنش. اول چند تا شات رو کنار هم میذاریم اینجا. خب این شات ها رو من جدا جدا کردم گذاشتم، شات هایی که اصلا هیچ دقتی هم تو انتخابش نداریم و فقط دقت میکنیم که تکراری نباشه. مثلا من یه ذره زوم میکنم اینجا، اونایی که تکراری هست رو حذف میکنم. مثلا این تکراریه دیگه، این تکراریه و اوکی هم بقیه. این فاصله هاشون رو از بین میبریم و کلش رو مثلا میذاریم توی چند ثانیه. خب مثلا اینو میایم جلوتر، دبلیو رو میزنم، در حد چند ثانیه کلن شات میخوایم که شات ها پشت هم دیده بشه. مثلا این ببینید چجوری چند تا شات پشت هم دیده بشه. این اولی هم پس حذفش میکنیم به این صورت. چند تا شات پشت هم پخش میشه. این اولین کاری که باید بکنیم. دومین کار اینه که یه اجاستمنت درست کنیم. خب بندازیم روی لایه‌مون. یه اجاستمنت میسازیم. کلیک راست میکنیم اینجا نیو اجاستمنت و اوکی میکنیم. میندازیم روی لایه‌مون. حالا به اندازه همون لایه میکنیم دیگه. و اول میایم افکت تینت رو بهش میدیم. خب برای اینکه ما حالت تینت به صورت دیفالت سیاه‌سفید میکنه، ببینید سیاه‌سفید میکنه کارو، اما برید داخل افکت کنترل اینجا این در واقع مپ وایت توش رو عوض کنید، رنگش رو مثلا بذارید قرمز، میشه قرمز و یه همچین جلوه ای میده. خب حالا یه چیز باحال دیگه ای که داره اینه که میتونید کی فریم گذاری کنید و در حین ویدیو رنگ عوض بشه، مثل چیزی که دیدید. پس رو فریم اول میمونیم مثلا قرمز باشه، کی فریمش رو روشن میکنیم، کی فریم این مپ وایت تو رو که قرمزه میایم یه ذره با فلش راست جلوتر، مثلا اینجا رنگش رو عوض میکنیم، مثلا میذاریم زرد، دوره یه ذره میریم جلوتر میذاریم مثلا آبی خیلی تیره و دوره یه ذره میریم جلوتر میذاریم نارنجی، مثلا همینجوری الی آخر یه سری جلوه های این مدلی بهش میدیم، آبی مثلا فیروزه‌ای، همینجوری الی آخر رنگا رو دوندون، همینجوری هر چیزی که دوست داشتید، هر رنگی که دوست داشتید میتونید اعمال کنید تا این رنگا وقتی پلی میشه تغییر میکنه. الان با هم دیگه میبینیم که یک جلوه خیلی جذابی رو درست میکنه واسمون. ببینید یه همچین چیزی رو درست که حالت رقص نور ماننده. خب مرحله بعدی که باید انجام بدید اینه که یه بلری ایجاد کنید، یک محوی ایجاد کنید. خب برای درست کردنش بلر رو، گازیان بلر رو سرچ میکنیم، میندازیم روی لاینمون، روی اجاستمنتمون. خب بعد میایم داخل در واقع گزینه‌هاش، اینو یه ذره افزایش میده، شاتی میمونم که ببینمش، مثلا اینجا یه ذره اینو افزایش میدم. خب میبینید یه تغییر این مدل ایجاد میکنم. من نمیخوام اینجوری باشه، من میذارم روی هورایزنتال یا ورتیکال. این ورتیکال بهتره، اینجوری از این مدلی بلر میده و میمونم همونجوری مثل همون ثانیه اول، میمونم کی فریمش رو روشن میکنم و میرم جلو یه ذره مثلا افزایش میدم، دوباره میام عقب صفرش میکنم، دوباره میرم جلو یه ذره افزایش میدم، دوباره میرم عقب صفرش میکنم. میخوام هی بلر بشه، در واقع فوکس بشه، بلر فوکس، بلر فوکس. این باعث میشه که انگار دوربین داره در واقع یه جلوه این مدلی که هم اول ویدیو دیدیم رو درست میکنه، هی تار میشه، یه حالت سرگیجه مانند رقص دیگه، کلیپ رقصه، این جلوه این مدلی و کاملا هم بی نظمی کارو میکنه. اصلا مهم نیست، فقط هی میریم جلو کی فریم ماچ رو صفر میکنیم، میاریم بالا یه ذره مثلا زیاد میکنیم، دوباره همونجا صفرش میکنیم که هی دیده بشه محو بشه، دیده بشه محو بشه، همینجوری میام جلو الی آخر. حالا ببینید
یه همچین جلوه رو درست کرده. خب میبینی چقدر باحال شد. حالا این جلوه نیاز به زوم و زوم بک کردن هم داره، یعنی همینطور که محو میشه حالت سرگیجه داره هی زوم بشه بیاد عقب، بره جلو بیاد عقب. خب برای این کار ما افکت ترانسفورم نیاز داریم. خب افکت ترانسفورم رو اعمال میکنیم روی شات، روی همین ادجاستمنتمون، و اون هم دقیقا همین جوری میایم اینجا اسکیلش رو روشن میکنیم، شاتر انگلش هم میذاریم 360 که وقتی زوم و زوم بک میشه یه حالت باز هم خودش هم یه بلر بده، و اون هم دقیقا همین جوری رو شات اول میمونیم 100، یه ذره میریم جلو مثلا میذاریم 133، دوباره میریم عقب میذاریم 100، دوباره میریم جلو یه ذره بیشتر، دوباره میره عقب یه ذره جلو، دوباره 0. میبینی همینجوری الا آخر. ببینید چه جوری شد، میبینید هی میاد جلو میره عقب، خیلی بیشتر شبیه سرگیجه و یه افکت رقص شد. و کار بعدی که باید بکنیم یه ذره کنتراستش و اون هایلایتش رو بریم بالا، یه ذره نورانی ترش کنیم، درخشنده ترش کنیم. برای این کار هم میریم داخل لومتری کالر، خب تب کرو، یه ذره منحنی 50 یعنی نصف به پایین رو اینجا میبریم بالا که یه همچین حالتی در بیاد. اگه دقت کنید حالت شاین میشه، براق میشه، تا جایی که میشه یه افکت این مدلی رو میده. میبینید تغییرشو، تغییر کلمه خاموششون کنم چقدر تاثیر داره، حالت براقه. حالا این از طریق بیسیک افزایش هایلایت هم میتونست، ولی هایلایت هم میتونیم حالا افزایش بده، ولی کروه خوشگل ترش میکنه. حالا اگه از اول ببینیم به همین راحتی این جلوه رو ساختیم. فقط کافیه که این ادجاستمنت رو الان اگه کپی کنیم، دوباره مثلا من اینو پاک میکنم الان، خب میبینید الان این هیچی نداره، شات خالیه. من این ادجاستمنت رو کپی کنم بیارم اینجا بذارم روی این، میبینید که رو اونم خیلی راحت اعمال میکنه و به همین راحتی میتونید رو شات‌های دیگه‌تون هم تو حین ساختن کلیپتون استفاده کنید. خیلی تکنیک باحالی بود و خیلی خوشگل میکنه کارتون. اگه دوست داشتید حتما یه دمت گرم زیر بذارید، نظرتون رو حتما بنویسید، میخونم و باعث افتخاره که نظر بدید برای ادامه ویدیوها. اگه دوست داشتید ویدیو رو حتما لایک کنید و مرسی که حمایت میکنید. دمتون خیلی گرمه، مراقب خودتون باشید. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، عاشقتونم، خداحافظ.